سلام درس 27 رو با هم شروع میکنیم با عنوان Life in the country که در واقع منظور همون country سایت هست Life in the country زندگی در حومه شهر اون بخش خوش آب و هوا و یعلاقی و خلاصه سرسبز بخش اول Part A Surrounded by Nature I grew up in the countryside where I was surrounded by nature من در country side یا در حومه شهر میگم این هومه شهر رو تو ذهنتون باشه دیگه ما یک اوتسکت خوندیم در دروس قبلی یک کانتری ساید هم داریم که گفتیم تفاوت اینا چیه خیلی در فارسی ما بین این دو تا تفاوتی قائل نمیشیم فقط کانتری ساید اون هومه در واقع خوشا و هوایی اون جایی که آدم برای یک تفریح و یک ریلکس کردنی میره رو میگیم میگه من در هومه شهر بزرگ شدم که دور و اطراف هم Surrounded by یعنی محاصره شده بودم با محاصره اون در واقع بار معنایی مثبت منظورمه دور تا دورم رو طبیعت گرفته بود یادتون هم هست که گفتیم نیچه که حالا پایین هم بهش میرسیم یک در واقع یک مفهوم هست اشاره به طبیعت به طور کلی داره وقتی شما پا میشید میرید مثلا توی وسط کوه و دشت و اینا تو فارسی میگیم رفتیم تو طبیعت ولی تو انگلیسی این شکلی نمیگیم حالا جلوتر صحبت میکنیم میگه از children به عنوان بچه ها we used to play on the banks of the river and in the woods بچه که بودیم یعنی به عنوان این چند تا بچه که بودیم ما میرفتیم اطراف کرانه رودخانه در واقع بغل رودخانه این اون چیزی که ما مثلا به دریا بغلش میگیم ساحل همونو در برای رودخانه بهش میگن کرانه که حالا کرانه یه مقدار کلمه ادبی است ما میگیم حوال کنار رودخانه بغل رودخانه می رفتیم بغل رودخونه و یا اینکه در وودز وودز در واقع بیش هزار هست یک فرمی از جنگل رو تصور کنید اما خیلی کوچیکتر خیلی جمع جورتر با تنوع گیاهی کمتر و بیشه اسمش رو In the summer, we picked apples and blackberries. در تابستون پیکت یعنی چیدن. سیب و بلکبری می چیدیم. In the autumn, we often picked mushrooms. در اوتم پاییز که گفتیم امریکایی بهش میگن fall. F-A-L-L. بنویسمش که اگه یادتون رفته. در پاییز می رفتیم چی می چیدیم؟ قارچ. The seasons were all different. فصل همه فرق می کردند And I love the scenery. و من عاشق اون منظره بودم. Scenery در واقع اون منظره است که شما می بینید. اون در واقع همون صحنه یا تصویری که اونجا می بینید رو بهش می گیم scenery. The open spaces. فضای بازی که اونجا بود. and the fresh air و هوای تازه I still do هنوزم دارم یعنی هنوزم عاشقشم میگه I loved I still do هنوزم دارم مطالب مهمی در این بخش هست سعی کنید که مثل درس های قبلی یه همچین پاراگرافی با این کلمات هدف برای خودتون بنویسید با یک حالا روش دیگری و با تجربه شخصی توی بیان توی بخش common mistakes رو بخونیم میگه I like being in the countryside. و یا I like being surrounded by nature. دقت کنید که نمیگیم I like being in the nature. nature جایی نیست که شما توش باشید. در واقع یک کانسپت هست نیچر. اگر میخواید جایی رو باشید معرفی کنید میگید I like being in the countryside. و یا I like being surrounded یعنی دور و اطراف هم رو طبیعت گرفته باشه این شکلی میگیم نمیگیم I like being in the nature این جور در نمیاد در بخش دوم میگیم working in the country کار کردن در حومه شهر که شه؟ منظور از حومه شهر یه همچین جاییه من هی روی این تاکید میکنم به اینکه خیلی ما کلمه متفاوتی برای این در فارسی نداریم میگه my uncle owns a farm عموم یا حالا دایم که هر دوتاش میتونه باشه یک مزرعه داره، صاحب یک مزرعه است. He keeps a few animals یه تعدادی حیوان نگه میداره To keep یعنی نگه داشتن But mostly he grows crops Like barley, Wheat and potatoes پس اما کار اصلیش در واقع پرورش گیاه هست Crops در واقع به گیاه های میگیم که مصرف خوراکی داره مثل بالی که میشه همون جو. ویت گندم و پتیتوز سیب زمینی پس کراپس در واقع قله هست قلات رو میگیم که دو تاشو اینجا گفته دیگه بالی و ویت فارمینگ از ا هات لایف مزرعه داری کار سختیه زندگی سختی رو داره مای انکل از یوزوالی اپ ات 5 این دی مورنینگ اما معمولاً is up بیداره یعنی is up at five in the morning ساعت پنج صبح بیداره and sometimes he work, his work isn't finished until sunset یا و یه وقتای کارش تموم نمیشه تا کی تا زمان sunset که میشه غروب آفتاب برعکسش میشه sunrise طلوع آفتاب اینجا بنویسم به حالت جمله هم در عبارت هم میتونیم بگیم این که شد sunrise و مثلا میتونیم بگیم که the sun is rising و یا the sun is setting که یعنی اولی داره طلوع میکنه و بعد یکی هم غروب میکنه خب این تصویر رو ببینیم که یه سری کلمه توش هست البته رو توی کتاب قبلی یاد گرفتیم ولی اینجا یه مرور میکنیم فام هاوس فام خانه ای که در مزرعه ساخته میشه رو بهش میگیم فام اینجا هست Fence میبینید این فنس ها هستن گیت این در یا دروازه بعد ما فیلد رو داریم فیلد اون جاییه که شما اون گیاه ها رو میکارید در واقع اون بخش از مزرعه رو میگیم زمین فوت و یا فوت در واقع مسیر مسیر پیاده روی ترکتر. که همون تراکتوره هیل هیل در واقع تپه هست تپه یا ماهور هم میتونیم به کوچیکترهاش بگیم ولی دره و وود همونطور که اشاره کردم وود یک بیشزار هست میبینید یک فرمت کوچکتری از جنگل و البته با تنوع گیاهی کمتر در بخش سوم میگه The disadvantages of country, life خب حالا اون بالا در رابطه با country life صحبت کردیم حالا اینجا میخوایم در رابطه با معایبش بگیم The worst thing about living in a village بدترین چیز در رابطه زندگی در یک روستاد چیه؟ Is that there isn't much to do in the evening خیلی کار خاصی نیست که بتونید اصرا انجام بدید خب طبیعی هم است دیگه ملت سر کارن اصلا برمیگرن میرن خونهشون استراحت Apart from going to the village pub Apart from یعنی به غیر از به جز فلان چیز Apart from و بعدش اگر فعل بیاد حتما باید آینجی دار باشه Apart from going to the village pub. پاب ها به خصوص در بریتانیا اصلا اساسا برای همین ساخته شدن. بریتانیا کشوری بود که حالا هنوزم میشه گفت هست کشوری است که عمدتا روستایی هن. حالا الان به واسطه شهرهای بزرگ این تغییر کرد اما در گذشته بیشتری کشور روستایی بود و مردم با کشاورزی دامپروری و اینا زندگی میگذارنن. پاپ هم یه مکانی بود در واقع پاتوق هر روستایی ملت اونجا جمع می شدن یه یا آبجوی می و بیشتر اونجا با هم صحبت می کردن. یعنی سوشال لایفشون زندگی اجتماعیشون حول محور پاب یا یه چیز دیگه ای که تی هاوس بود قدیم ها ها می گذشت. که حالا دلیل هم داره بذارید تا اینجا گفتم این نکته فرهنگی هم بگم یکی از که انقدر الکل در بریتانیا محبوبه به خصوص آبجو به خاطر اینه که در یک دوره به خصوص در قرن 19 آب سالم در بریتانیا وجود نداشت یعنی آبی که مردم بتونن بخورن و توش وبا نگیرن یا بیماری های گوارشی نگیرن وجود نداشت آب, آب سالم به سختی به دست میمن در نتیجه خوردن الکل و به خصوص آبجو اتفاق امنتری بود گزینه بهتری بود برای هم بود که ملت صبح و زور و شب آبجو خوردن و یه چیز طبیعی بود البته اینکه یک ملتی صبح و شب مست باشن نکته است ولی خب یک همچین حالتی داشت ها این اتفاق به واسطه اومدن چایی تغییر کرد چون اونو میجوشیدن و خب اون آب خیلی سالم تر میشد با جوشیدن و بعدها هم اصلا تغییر کردم ولی همچنان این مصرف بالای الکل در بریتانیا هست حالا با کارهای فرهنگی کمتر شده مثل همون اتفاقی که در ایران با نون رخ داده ایرانی جماعت مثلا اگر اکثر ماها اگر نون نباشه سیر نمیشیم با غذا و این یه اتفاق تاریخی که شما اصلا هیچ اطلاعی ازش نداشته باشیم بس طولانی میشه ولی بعد نیست بگم چون این تفاوت ها میتونه به اون زبان آموزی کمک کنه در ایران بعد از حمله مغول هیچ چیزی برای خوردن گیر نمی اومد و نون یا آرد بگیم ارزش بسیار زیادی پیدا کرد نون میتونست جون آدم ها رو نجات بده و برای همینه که نون بسیار در ایران انقدر مقدس و ارزش داره شاید مثلا شما تو خیابون حالا الان کمتر شده ولی ده سال پیش ممکن بود یتی که نون کف زمین ببینی یه نفر برمی تمیز میکرد بوست میکرد میذاشت مثلا روی بالایی که زیر پا نیفته هیچ هم نمیدونه برای چی اما این خب میدونید یک اتفاق فرهنگی که به ما رسیده چون این نون میتونست جان انسانها رو نجات بده و برای ما ارزش فراوانی داشت الان از یک تقدسی برخوردار هست و مثلا ما نون رو دور نمیریزیم خیلی ها هنوز نمیدونن چرا ولی این کار رو نمیدونه. این تفاوت ها میتونه کمک کنه که ما فرهنگ کشور مقصد رو بهتر درک هر چقدر که ما کنار زبان آموزیمون فرهنگی کشور مقصد رو یاد بگیریم اون اتفاقی که همه میگن انگلیسی فکر کنید به اون نزدیکتر میشید اون انگلیسی فکر کردن از دید من نزدیک شدن به فرهنگ کشور مقصد باری ادامه بدم که میگفت که به جز اینکه بریم به پاب روستا که اونجا مثلا بشینیم یا جایی بخوریم و صحبت کنیم و The nearest town is 8 miles away نزدیکترین شهر هشت مایل دورتره مایل اگر اشتباه نکنم حالا حجور ذهن ندارم ولی یه سی بولوش فکر کنم یک و شیش هفت یا هشت دهم کیلومتره تقریبا مثلا دو برابره یعنی کمتره ولی یه همچین مقداریه الان حجور ذهن ندارم اندازه دقیقش چقدر and public transport is hopeless in hopeless یعنی یه چیزی که امیدی بهش نیست و ما معمولا تو فارسی هم چیزی رو استفاده نمی کنیم در انگلیسی این, این استفاده خیلی رایجه وقتی یه چیزی به درد نمیخوره به کار نمیاد میتونیم بگیم hopeless هست میگه و حمل و نقل عمومی هم به درد نمیخوره به کار نمیاد فایده نداره چون منظور این که خیلی ضعیف and of course you don't get many shops in a village و طبیعتا البته شما تعداد زیادی فروشگاه در یک روستا نمی you don't get برخورد نمی کنید خب نکات خوبی توی این درس داشتیم میتونه کمک کنه که اگه بخواید در این موضوع صحبت کنید حرفی برای گفتن داشته باشید سعی کنید که این پاراگراف هایی که اینجا داشتیم رو از منظر خودتون یک بار بنویسید با این کلمات هدف که یک تمرین چالشی براتون میشه تمریناش هم حل کنید و اگر یکیانان سوالی داشتید در بخش کامنت ها مطرح کنید تا جلسه بعدی